نظرت راجب داور تا الان چی بوده؟ نظرت کی اصلا راسته گفته و از واقعا اون هر اون چیزی که دیده رو گفته؟ ببین من فکر می‌کنم مهناز جون. مهناز جون فکر کنم رو همه یه جوری با منطق میرن جلو. یعنی اگه شاید اینا نمیگفتی میگفتم که خیلی حرکاتتو دوست داشتم. بعد نسبت به بدن سفت و سنگینی که داری انعطاف بدنت خیلی خوب بود. مهناز جون با احساس میرن جلو، ولی هم احساس هم کار. میدونی چی میگم؟ این کاراتون مثلا شب مثلا داری میرین دعوایی چیزی نداری؟ نمیدونم، من همیشه با ایده های مهناز جون موافقم. شوهرم اینجوری میرخصید خب طلاق میگرفت. فکر میکنم ابی جون سخت میگیرن چون خیلی کارشناسن و چیز. با عرض پوزش، من زیاد از کارتون آنچنان لذت نبردم. تو چی؟ تو میکی از همه بیشتر با منطق تر رفت جلو؟ با منطق تر؟ البته هر کسی خب منطق خودش داره. ولی به نظرم خب ابی خب چون کارش رو میدونه، یعنی خیلی جدیتر بود و سخت‌تر گرفت و سعی کرد خوب حرفه‌ای‌تر باشه. قطعه‌ای هم که نواختید آنچنان قطعه شنیدنی نبود. از اون برم خب دیدایی که آرش دارن هم خوشم میاد، چون اون از یه دید کلن یه دید دیگه نگاه میکنه که با مردم آدم ارتباط برقرار میکنه و یه شوماننده انترتینمنت شو میبینه. فقط هم ما باید به چش تهیه کننده اینا باید نگاه کنیم، یه ذره باید برای مردم هم جا بیزنسی باید نگاه کنیم. کیو بیشتر دوست دارم؟ نمیدونم. خب ابی ابیه. قربونه. ابی رو ابیه. ولی من نوتای خارج متاسفانه خیلی زیاد شنیدم در شروع. ببینی مهناز جون، من همیشه با حرف شما موافقم. این سویچ کردن شما برای من حداقل خیلی طبیعی از یک شخصیت دیگه به یک شخصیت دیگه و سری لباس عوض کردن و سری رفتن توی قالب دیگه، به نظر من این خودش تواناییه. آرش خیلی باحال فانه. دمت گرم، سالونو ترکونی. هم کارشناس، همونطور که گفتی به اجرا نگاه میکنه. سبک موزیک سبکی نیست که من خودم خیلی علاقه دارم، ولی با این صدا من دارم قشنگ پتانسیل میبینم که چه کارهایی میشه کرد. نازنینم بر همه گریه میکنه. نزدیک گریه بودم چند بار. از همشون که خیلی خوشم میاد و برای همشون خیلی احترام قائلم. ابی که از بچگی خودم باش بزرگ شده، اصلا انگار چند روز اول همه طوری زل زده بود. همین زل زده، هر وقت من نگاه میکنه اینطوری هم ابی نیستن، چون خب برای خودش ابیه دیگه، یه اصلا شخصیت جداست. من تو صدای شما هیچ چیز پیدا نکردم، هیچ چیز. من از افشارم خب از قبل همکاری با ایشون داشتم و میشناسم و اینا، خب یه خاکی بودن خاصی داره و خب تو کارش خیلی حرفه‌ای و همطوری که میگی هم با احساس میره و هم با کار، اونم خیلی جالب بود. میتونیم نظرها رو تربیت کنیم یا آشنا کنیم که درکش کنن، چون هنرمند بدون مردم از نظر من هیچه واقعا. نازنینم نمیشناختم از قبل، تازه باهاش آشنا شدم و خیلی دلنشینه و اینکه خیلی احساسیه همطوری که میگیم خانم با احساساتش ارتباط برقرار میکنه. نازنین خانم ما خیلی رقیق القلبه، ولی خب فکر کنم از لحاظ داورا فکر کنم با آرش بیشتر احساس کنم ارتباط برقرار میکنم، چون هم شاید از یه جایی ما از یه دیدگاه داریم به یه دید داریم به اجراها و کارها و اینا، و فکر میکنم شاید از کار به کار اون نزدیک‌تر باشم.